یدالله شریفی راد پیش از انقلاب اسلامی با آمریکا رفت تا خلبان جت جنگنده بشه. او دوره‌های گوناگون آموزشی رو در اون کشور سپری کرد و یکی از بهترین خلبان‌های هواپیماهای F-5 نیروی هوایی ایران بود. یدالله شریفی راد پس از انقلاب هم به خدمت خود در ارتش ادامه داد و در جریان جنگ ایران و عراق مأموریت‌های مختلفی رو به انجام رسوند. او در یکی از این نبردهای هوایی هواپیماش توسط یکی از جنگنده‌های عراقی سرنگون شد. ولی یدالله شریفی راد از این حادثه جان به در برد و به قهرمانی ملی تبدیل شد. او خاطرات خود از این حادثه را در کتابی با نام 40مین پرواز در ایران منتشر کرد. اما یدالله شریفی راد پس از چندی خدمت در سفارت ایران در پاکستان به جرم جاسوسی برای CIA دستگیر شد و تا مرز اعدام پیش رفت. البته او در نهایت آزاد شد و از ایران گریخت و در حال حاضر در ونکوور کانادا زندگی میکنه. The Flight of the Patriot و یا پرواز یک میهن پرست کتاب یدالله شریفی راده که داستان زندگی پرفراز و نشیب او رو روایت میکنه. این کتاب چندی پیش به زبان انگلیسی در کانادا منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و مطبوعات آن کشور داشت. آیه شریفی راد به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. من هم سلام میگم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم که سالها ازشون دورم و متشکرم از اینکه به این وقت رو به من دادید که بعد از مدت‌ها بتونم با هموطنانم صحبت کنم. آقای شریفی راد، برامون توضیح میدید که چرا تصمیم گرفتید تا کتابی درباره زندگی خودتون منتشر کنید و خاطرات و تلخ شیرینی که داشتید با خوانندگان در میون بذارید؟ عرض کنم که البته این یک تصمیم ناگهانی نبود. نوشتن رو من از خیلی زمانهای دور شروع کردم و وقتی بررسی کردم دیدم بعضی از نوشته ها ضرورت داره که برای آیندگان نوشته بشه، حالا یا به صورت گزارش و کتاب، و در نهایت چندین سالم رو برای این کار گذاشتم و نتیجهش همین کتابی هست که شما در موردش صحبت کردید. و این شاید قسمت هایی از این گزارش ها که در این کتاب هست حتی تاریخ نویسامونم در موردش اطلاعی نداشته باشن و به همین دلیل من نه اینکه خودم این کار رو کردم، حتی به دوستانم میگم و هر کدوم از ماها ورقی از تاریخ ایران هستیم و اگر بنویسیم و به اطلاع دیگران مخصوصا نسل جوان برسونیم، اونها میتونن برای آینده کشورمون بهتر تصمیم بگیرن و اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم اونها نشن. و در نهایت همطوری که فرمودید این کتاب مورد استقبال فراوانی قرار گرفت. البته نه اینکه تنها داستان زندگی فراز و نشیب من رو همراه داره، بلکه این داستان هزاران نفری هست که این شانس من رو نداشتن که بتونن گزارش خود رو بنویسن و من فکر میکنم به نمایندگی از آنها و از این فرصتی که خداوند به من داد در این کشور آزاد بتونم این اطلاع را و این خبرها را و این گوشه های تاریخ کشورمون را برای نسل آینده و مخصوصا جوانان که الان با تلاش فراوان دریافتند که سرشون کلا رفته و بتونن حداقل با آزادی دست پیدا بکنن. آقای شریفی راد، برای اینکه بینندگان ما بیشتر در جریان محتوای این کتاب قرار بگیرن سپاسگزار میشم مختصری درباره بخش ها و قسمت های اون توضیح بدید. چه مطالبی رو در بر میگیره؟ عرض کنم که کتاب با یک مقدمه بسیار کوتاه شروع شده. زمانی است که من و دو تا از زندانیان دیگری را برای مراسم اعدام میبرن و من اونجا تو دلم آرزو کردم ای کاش میتونستم، شانسی پیدا میکردم که میتونستم مراسمی که اینها اجرا میکنن و فشارهایی که به زندانی ها میارن و شکنجه هایی که اعمال میکنن به یک نحوی به گوش هموطنانم برسونم و حتی به گوش دنیا. خب خوشبختانه من زنده موندم و این کار را عملی کردم و کتاب در 29 بخش داره. داستان از زندان شروع میشه و شکنجه ها. ضمن این مدت در فاصله هایی که به من داده میشه فلش بک داره، یعنی از قسمت های
دیگه زندگی از زمان انقلاب، زمان جنگ و دوستانی که از دست دادم و قصه غم‌انگیز همسرانشون و بچه هاشون که من در ارتباط بودم باشون، اینها رو به مرور یادآوری میکنم و با هر خطی که روی دیوار میکشم تا یه مدتی تونستم تعداد روزهایی که در اونجا بودم یادداشت بکنم و به خاطر بسپارم که در نهایت این اعداد هم از بین رفتن و متوجه نبودم که چه مدتی است در اونجا هستم. و در قسمت‌های بعدی کتاب اونجایی میرسه که بعد از اینکه من از این حوادث نجات پیدا کردم و آزاد شدم، در حقیقت میگم که آزاد شدم، در یک زندان بزرگتری گرفتار شدم که مرتب در دنبالم بودن، هنوز مطمئن نبودن که من جاسوس نیستم و برای آمریکا کار نکردم و به هیچ گروه و حزبی وابسته نیستم و مجبورم کردن که ابتداعا خانوادم را از کشور خارج بکنم و 3 سال طول کشید که من خودم تونستم از ناخواسته کشور را ترک کنم و به کانادا بیام. جزئیاتی در این کتاب وجود داره که من فکر میکنم دونستنش برای هر ایرانی لازم باشه. البته تنها داستان من، تنها داستان زندگی فردی من نیست. در این کتاب در مورد تاریخ صحبت شده، در مورد فرهنگ صحبت شده، در مورد اتفاقات که بعد از انقلاب برای هر کدوم از ما سربازان افتاده مطرح شده که من فکر میکنم خیلی به ندرت ازش یادآوری شده در جاهای مختلف. آقای شریف ایراد، شما پس از اینکه مدتی در پاکستان خدمت میکردید به نمایندگی از ایران، دستگیر میشید، شما رو به جاسوسی متهم میکنن برای CIA و کشور آمریکا. کمی در این باره صحبت بکنید، چرا شما به جاسوسی متهم شدید؟ جزئیات کار چی بود؟ البته این سوالی است که من خودم هم همیشه تو مغزم هست و میخواستم از این جمهوری اسلامی ایران بپرسم هیچ به چه دلیلی منو متهم کردن به جاسوسی. یک سرباز دیگه به جز جانش چه داره که ثابت بکنه که به وطنش، به ملتش افتخار میکنه و جونش تو کف دستش میذاره و میجنگه و خب همطور که اطلاع دارید سقوط میکنه و در نهایت متهم میشه به جاسوسی. من فکر میکنم این خوی بدبینی و انتقام جویی سردمداران رژیم و عاملانی بوده که به یک نحوی سعیشون در این بوده که هر وطن پرستی رو به نوعی با یک اتهام واهی از جمله جاسوسی، مفسد فی الارض، محارب با خدا و انواع و اقسام نامها دستگیر و اعدام بکنند. و در کتاب من اشاره کردم در یک قسمتی عامل اصلی دستگیری من زمانی بود که کاردار آرژانتین ایران اومد برای دیدن من و چون مأموریتش تموم شده بود و دوست من بود زمانی که من وابسته نظامی بودم و در پاکستان بودم. خب مسلماً خوی با ایرانی‌ها این است که از مهمان باید به نحو احسن پذیرایی بکنیم و من هم همین کار رو کردم و پشیمان هم نیستم که این کار رو کردم و در همین ارتباط دستگیرم کردند. ولی بعد از اینکه منو بردن زندان اصلا اون مسئله آرژانتینی و دیدار من با یک فرد خارجی یک موضوع بی اهمیتی شد. در حقیقت من که 3 سال در پاکستان با هر خارجی میتونستم ارتباط پیدا کنم، چجوری یک نفر میاد در ایران و من با اون سلام علیک میکنم، بر فرض مهمان نوازی میکنم، ضمن اینکه فرمانده مستقیم من اطلاع داشت که ایشون داره میاد و من بیمارستان بودم و ایشون به من گفت که اگر تو نمیتونی بیای من خودم برم دنبالش و خب بیا و منو دستگیر بکنن و با اتهام جاسوسی هر بلایی که دلشون بخواد سر من بیارن و حیثیت اجتماعی، نظامیگری من، خدمات من همه رو پایمال کردن و زیر پا له کردن و هنوز عاشقانه من اون ملت و مملکتم رو دوست دارم، مجبور شدم که مملکت رو ترک بکنم که اصلا راضی نبودم این کار رو بکنم.
و نهایتش اینه که الان باید اینجا با شما صحبت کنم. آقای شریف اینال، آیا برنامه‌ای دارید که این کتاب رو به زبان فارسی هم برگردونید و در اختیار خوانندگان ایرانی قرار بدید و کلام پایانی شما رو هم میشنویم بعد از توضیحتون در این رابطه؟ بله، عرض کنم که من خیلی دلم میخواست این کار رو انجام بدم، با توجه به این که من فکر میکنم این روزها کتاب خون خیلی کم هست. این کتاب رو من به زبان انگلیسی نوشتم مخصوصا برای نسل جوان که در اینجا هستن و پیامی داشتم برای همه دنیا که بدونن در سرزمین به نام ایران که امروز به جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده چه میگذره و چه بلایی سر مردم میاد. و اگر من فکر نمی کنم دلم بخواد این کار رو بکنم، اگر یکی تمایل داشته باشه این ترجمه بکنه برای ملت ایران، خیلی هم خوشحال میشم و با افتخار این رو میپذیرم. من از شرکت شما در برنامه شباهنگ سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم در ادامه کارها و برنامه هایی که دارید. من متشکرم از شما، این وقت به من دادید. من مجدداً آرزوی توفیق و سلامتی میکنم برای شما و بقیه هموطنانم که دارن تلاش میکنن انشاءالله روزی به آزادی که حقشون هست برسن. باشه باشه.